والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. همچنان بر شما نکاح زنان شوهردار حرام شده است، مگر آن زنانی که به حیث اسیر جنگی مالک ایشان شده اید، اینها حکم خداست بر شما. جز اینها نکاح دیگر زنها همه برای شما حلال است، در صورتی که مهرشان را بپردازید، آنها را به نکاح درآورید و از زنا خودداری ورزید، و چون از زنان کام گرفتید پس مهرشان را به حیث یک فریضه بپردازید. بعد از تعیین مهر بر شما گناهی نیست، در آنچه با رضایت کامل در باره تغییر بعد از تعیین مهر با آن توافق کردید، حقا که خداوند دانا و صاحب حکمت است. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. اگر کسی از شما توان آن را ندارد که زنان آزاد پاکدامن مسلمان را نکاح کند، می توانید از دختران پاکدامن کنیز به نکاح بگیرید و خداوند به ایمان شما داناتر است. شما از یک دیگر هستید، چی برده باشید و چی آزاد، همه بنی آدم هستید. کنیزان را به اجازه مالکانشان نکاح کنید و مهر آنها را به وجه مناسب بپردازید، در حالی که با عفت باشند و به فحشا متوسل نشوند و نه هم دوستان نهانی داشته باشند، و چون در قید نکاح در آورده شدند، اگر به فحشا پرداختند، مجازاتشان نیمه مجازات زنان آزاد است. این اجازه نکاح کنیز برای کسی از شماست که از فجور بترسد، و اگر صبر کنید این برای شما بهتر است و خداوند آمرزگار و مهربان است. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. خداوند می خواهد که برای شما روش های کسانی را که پیش از شما بودند روشن کند و نشان بدهد و شما را ببخشاید. خداوند دانا و صاحب حکمت است. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. خداوند می خواهد که توبه شما را بپذیرد، ولی کسانی که از شهوات پیروی می کنند می خواهند که شما بسیار منحرف شد. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا.
خداوند می خواهد بار شما را سبک گرداند و انسان ضعیف آفریده شده است. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله كان بكم رحيما. ای مؤمنان، دارایی خود را در میان خیش به ناحق مخورید، بلکه باید به اساس تجارتی باشد که با رضایت شما صورت گیرد و خیشتن را مکشید، حقا که خداوند با شما مهربان است. و من یفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلك علی الله یسیرا. اگر کسی این کار را به ناحق و از روی ستم بکند، به زودی ما او را به آتش می افکنیم و این کار برای خداوند آسان است. این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم و ندخلكم مدخلا کریما. اگر شما از گناهان کبیره‌ای که از ارتکاب آنها نهی شده اید اجتناب ورزید، گناهان شما را از شما می جداییم و شما را به مقام گرامی داخل می کنیم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. برتری هایی را که خداوند به بعض شما نسبت به بعض دیگر ارزانی کرده آرزو مبرید. مردان از چیزی که کسب کرده اند بهره‌ور می شوند و زنان از چیزی که کسب کرده اند بهره‌ور می شوند و از خداوند از فضل و احسان او بخواهید، حقا که خداوند به همه چیز داناست. ولی کل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمان فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. برای هر کس از آنچه مادران، پدران و اقاربشان از دارایی خود گذاشته اند وارثان قرار داده ایم و نیز به کسانی که با ایشان عهد بسته اید، پس حصه هر کدامشان را بدهید، حقا که خداوند بر هر چیز گواه است. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مردان سرپرست زنانند، یعنی بر زنان تسلط دارند، از سبب اینکه خداوند بعضی را بر بعضی برتری داده است و نیز به این سبب که از مالهای خود خرج می کنند. پس زنان نیکوکار فرمان بردارند و در غیاب شوهر خود مال و آبروی او را به نگهبانی خدا پاسداری می کنند
و زنانی که از بدخویی ایشان می ترسید، پس آنها را نخست نصیحت کنید و باز ایشان را از بستر خیش جدا کنید و باز ایشان را به آهستگی بزنید و بالاخره ایشان اگر شما را فرمان بردند، پس راهی را برای الزام بر ایشان مجویید. حقاق خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. و این خفتم شقاق بینهما فبعثو حکما من اهله و حکما من اهلها اگر از اختلاف بینشان ترسیدید، پس حکمی از وابستگان مرد و حکمی از وابستگان زن بفرستید. اگر اراده اصلاح داشته باشند، خداوند بینشان موافقت می آرد. حقاً که خداوند دانا و آگاه است. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. و خدا را پرستش کنید و با او چیز را شریک میاورید و با پدر و مادر خیش نیکویی ورزید و نیز با خیشاوندان، یتیمان، نیازمندان، همسایگان خیشاوند، همسایگان بیگانه، همنشین نزدیک و مانده در راه و ببرده هایی که مالکشان هستید. حقا که خداوند متکبر خودستارا دوست ندارد. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم الله من فضله و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا. آنهایی که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل فرا می‌خوانند و آنچه را خداوند از فضل خیش به آنها اعطا کرده است پنهان می‌کنند، بیگمان ما برای کافران عذاب اهانت آمیز مهیا ساخته‌ایم. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا. و آنهایی که داراییشان را ریاکارانه مصرف میکنند تا آن را به مردم نشان دهند و نی به خداوند و نی هم به روز آخرت ایمان دارند، کسی که شیطان یاور او باشد، پس چی بد یاوری است شیطان. و ماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر و انفقوا مما رزقهم الله و کان الله بهم علیما. و آیا چی زیانی بر آنها وارد می شد اگر به خدا و روز آخرت ایمان می آوردند و از آنچه خداوند به ایشان روزی نموده خرچ می کردند؟ و خداوند به حال ایشان داناست. این الله لا یظلم مثقال ذره و این تک حسنة یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما. حقا که خداوند به قدر ذره هم ظلم نمی کند، اگر عمل نیک باشد آن را دوچندان می گرداند و از نزد خود مزد بزرگ می دهد. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. چگونه خواهد بود آنگاه که ما از هر قوم گواهی بیاوریم و تو را گواه بر اینها بیاوریم؟ یوم ایدی
الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. در آن روز آنانی که کافرند و پیامبر را نافرمانی کردند آرزو می کنند ای کاش زمین با ایشان یکسان می شود و ایشان هرگز سخنی را از خداوند پوشانیدن نمی توانند. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا و این كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ای مؤمنان در حالی که نشه هستید به نماز نزدیک مشوید تا هر آنچه را میگویید بدانید و نی هم در حال جنابت به نماز نزدیک شوید مگر آنکه عبور کننده از راه یعنی مسافر باشید تا اینکه غسل نمایید. اگر مریض یا به سفر بودید یا یکی از شما از قضای حاجت آمد یا با زنان مباشرت ورزیدید و آب نیافتید پس به خاک پاک تیمم کنید به این ترتیب که با آن روحها و دستهای خود را مسح کنید. خداوند بیگمان بخشایش گر و آمرزگار است. الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یشترون الضلالة و یریدون ان تضلوا السبیل. آیا به سوی کسانی ندیدی که برایشان بهره از کتاب داده شده بود؟ ایشان گمراهی را میخرند و میخواهند شما نیز گمراه شوید. والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. خداوند به حال دشمنان شما داناتر است، خداوند به حیث کارساز بسنده است و خداوند به حیث مددگار بسنده است. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا فلا يؤمنون إلا قليلا. از یهودیان کسانی هستند که کلمات را از جاهای درست آنها تحریف کرده میگویند میشنویم و نافرمانی میکنیم و بشنو که هرگز شنوانده نشوی و با پیچانیدن زبانهای خیش طعن زنان به دین میگویند رای نا. اما اگر ایشان میگفتند میشنویم و فرمان میبریم و بشنو و به سوی ما نظر کن این کار برایشان بهتر و مناسبتر می بود مگر خداوند به ایشان به سبب کفرشان لعنت کرد پس ایمان نمی آورند مگر تعداد کمی ایشان. یا ایها الذین اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
ای کسانی که به شما کتاب داده شده است و آنچه ما نازل کردیم و تصدیق کننده کتابی است که با شما است، ایمان آرید پیش از اینکه صورت بعضی از شما را محو کنیم و آنها را بر پشت سر بگردانیم یا آنها را لعنت کنیم، چنانچه اهل سبت نقض کنندگان مقررات شنبه را لعنت کردیم و فرمان خدا حتما عملی شده نیست. این خداوند هرگز این را نمی آمرزد که به او شریک آورده شود و جز این هر گناهی را برای هر کسی که بخواهد می آمرزد و کسی که به خدا شریک آرد بیگمان به این افتراء گناهی بزرگی را مرتکب شده است. الم تر الى الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. آیا به سوی کسانی ندیدی که نفسهای خیش را تزکیه می کنند؟ بلکه خداوند هر کی را بخواهد پاک می گرداند و به ایشان کمترین ستمی نمی شود. انظر کیف یفترون علی الله الكذب و کفا به اثما مبینا. ببین چطور ایشان بر خداوند این دروغ را افترا می کنند و این امر به حیث گناه آشکار بسنده است. الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. آیا به سوی کسانی ندیدی که به ایشان بهره‌ای از کتاب داده شد و جبت و طاغوت میگیروند، یعنی به بت‌ها و شیطان تعظیم میکنند و به کافران میگویند که ایشان نسبت به مسلمانان رهیاب‌ترند؟ اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. آنها کسانی اند که خداوند ایشان را لعنت کرده است و کسی را که خداوند لعنت کند هرگز برای او مددگاری نمی‌یابی. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. آیا ایشان را در پادشاهی و یا قدرت سهمی است؟ پس در این صورت کمترین چیزی به مردم نمی‌دهند. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمة و آتیناهم ملکاً عظیما. یا به مردم به سبب آنچه خداوند به ایشان از فضل خود داده حسد می‌ورزند، در حالی که ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت را داده و به ایشان سلطنت عظیم ارزانی داشتیم. فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه و کفا بجهنم سعیرا. پس بعضی از ایشان به آن ایمان آوردند و بعضی از ایشان از وی روی برگردانیدند و دوزخ به حیث آتش فروزان بسنده است. این الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب این حکیمه. آنانی را که آیات ما را تکذیب کردند به زودی در آتش می افکنیم، هر باری که پوست بدنشان بسوزد آن را به پوست دیگری تبدیل می کنیم تا عذاب را بچشند. حقاً که خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند، ما به زودی ایشان را در بهشتهایی را می دهیم که در زیر درختان آن جویبارها جاییست، در آن جاودانه به سر می برند و در آنجا برای ایشان همسران پاکیزه می باشد. ایشان را در سایه پاینده جا می دهیم. این خداوند به شما امر می کند که امانتها را به اهل آنها بسپارید و چون بین مردم حکمیت می کنید قضاوت عادلانه بنمایید. حقا که خداوند به شما پند و اندرسهای خوبی می دهد، بیشک خداوند شنوا و بیناست. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أي مؤمنون، خدا را فرمان برید و پیامبر را فرمان برید و کسانی از خود را فرمان برید که اولو الامر شمایند. هرگاه بر چیزی در میان خود اختلاف ورزیدید، آن را به خداوند و پیامبر او ارجاع کنید. اگر به خداوند و به روز آخرت ایمان دارید، این کار بهتر و نیک فرجام تر است. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. آیا به سوی کسانی ندیدی که گمان میکنند به آنچه به تو و به کسانی پیش از تو نازل شده ایمان دارند، در حالی که میخواهند حکمیت را به شیطان محول کنند؟ با اینکه به ایشان حکم شده تا از پیروی شیطان خودداری ورزند، شیطان میخواهد که ایشان را در نهایت گمراهی قرار دهد. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. و چون به ایشان گفته شود به سوی آنچه خداوند نازل گردانیده و به سوی پیامبر بیایید، منافقان را میبینی که روی خود را از تو با کینه توزی میگردانند. فکیف اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیهم ثم جاءوك یحلفون بالله این اردنا الا احسانا و توفیقا. پس چی طور است وقتی که به مصیبتی برسند که از پیش به دست خود انجام داده اند، سپس پیش تو بیایند و به خداوند سوگند یاد کنند که مقصد ما جز نیکی و موافقت چیزی دیگر نبوده است؟
اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. ایشان کسانی اند که خداوند آنچه را در دلهایشان است می داند، لذا از ایشان اعراض کن، آنها را پند بدی و به ایشان در حق خودشان سخن مؤثری بگوی. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اینکه مطابق به فرمان خدا از او اطاعت شود. اگر آنها هنگامی که به خود ستم کرده بودند به نزد تو می آمدند و آمرزش خدا را طلب می کردند و پیامبر برایشان آمرزش می طلبید، واقعا خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. امان خیر و پروردگار تو سوگند که ایشان ایمان نمی آورند، یعنی مؤمن راستین شمرده نمی شوند، تا تو را در تمام منازعات خود حکم بسازند و سپس در برابر فیصله های تو هیچ احساس دلتنگی نکنند و به این فیصله ها با کمال انقیاد تسلیم شوند. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا. اگر ما به ایشان به مانند امتهای پیش امر می کردیم که خود را بکشید یا از وطن خود بیرون شوید، این کار را نمی کردند مگر عده محدودی از ایشان، اما اگر ایشان آنچه را برایشان پند داده می شود واقعا انجام دهند، حتی که این برایشان بهتر است و باعث تقویت ایمانشان می گردد. و اذا لآتیناهم من لدن آن صورت البته برایشان از نزد خود مزد بزرگ می دادیم. و لهدیناهم صراطا مستقیما و بیشک به آنها راه راست را نشان می دادیم. و من یطع الله و الرسول فأولئک مع الذین انعم الله علیهم وحسن اولئك رفيقا. و کسی که خداوند و پیامبر او را فرمان برد پس او در زمره کسانی است که خداوند بر ایشان نعمتهای ارزانی کرده است، از پیامبران، صدیقان، شهیدان و راستکاران، چی دوستانی کوی. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. این است فضل از جانب خداوند و خداوند به حیث دانا بسنده است. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا.
ای مؤمنان، آمادگی خود را در برابر دشمن بگیرید و با در نظر داشت شرایط به جهاد گروه گروه بیرون شوید یا همه یک جا بیرون شوید. و این منکم لمن لیبطئن فإن اصابتکم مصیبت قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا. یقینا در بین شما کسی هست که درنگ می‌ورزد، یعنی به اشتراک در جهاد بی‌میلی نشان می‌دهد. اگر مصیبتی به شما عائد شود می‌گوید خداوند بر من منت نهاد که در میان ایشان حاضر نبودم. ولئن اصابتكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. اما اگر به شما فضل از جانب خداوند عائد شود با یقین میگویند ای کاش من با ایشان می بودم تا از این پیروزی بزرگ بهره‌ور می گشتم. تو گویی میان شما و ایشان هرگز پیوندی از محبت وجود نداشته است. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرة و من یقاتل فی سبیل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. پس در راه خدا باید کسانی بجنگند که زندگی این دنیا را در برابر آخرت می فروشند. کسی که در راه خدا می جنگد خواه کشته می شود یا پیروز می گردد به زودی ما به او مزد بزرگ می دهیم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا چرا در راه خدا نجنگید و برای نجات بیچارگانی از مردان، زنان و کودکان که میگویند پروردگار ما را از این دیاری که مردم آن ستمگارند بیرون آر و برای ما از جانب خود سرپرستی را مقرر گردان و برای ما از جانب خود مددگاری را تعیین گردان. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان این کید الشیطان کان ضعیفا. مؤمنان در راه خدا می جنگند و کافران در راه شیطان می جنگند، پس شما با دوستان شیطان بجنگید، واقعا هیله و نیرنگ شیطان ضعیف است. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیة الله او اشد خشیة وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. آیا به سوی کسانی ندیدی که برایشان گفته شد دستهای خود را از جنگ باز دارید
و نماز را به تمام و کمال برپا دارید و زکات را بپردازید، پس چون بر ایشان حکم جنگ صادر شد، ناگاه گروهی از ایشان از مردم به اندازه ترسیدند که می بایست از خدا بترسند یا ترسی بیشتری. آنها گفتند: پروردگار ما، چرا بر ما جنگ را فرض گردانیدی؟ ای کاش ما را تا مدت کوتاهی مهلت می دادی. بگو متاع این دنیا اندک است و آخرت برای پرهیزگاران بهتر است و در حق ایشان کوچکترین ستمی نمی شود. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. در هر جایی که باشید مرگ شما را در می آورد، اگر چه در برج های مستحکمی باشید. اگر به ایشان خوبی برسد می گویند این از جانب خداوند است، اما اگر به ایشان بدی آید شود، خطاب به پیامبر می گویند این از جانب توست. بگو همه چیزها از جانب خداست، پس این مردم را چه شده است که از فهم سخن به دورند؟ ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ای انسان، هر آنچه به تو از خوبی رسیده از جانب خداوند است، ولی هر آنچه به تو از بدی رسیده از جانب خود توست. ما تو را به حیث پیامبر برای مردم فرستادیم و خداوند به حیث گواه بسنده است. من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. هر که پیامبر را فرمان میبرد، پس حقا که خداوند را فرمان برده است، و کسی که اعراض می کند، پس ما تو را به حیث نگهبان بر ایشان نفرستادی. و یقولون طاعت فاذا برزو من عندك بیت طائفت منهم غیر الذی تقول والله یکتب ما یبیتون فاعرض عنهم و توکل علی وکفا بالله وکیلا. ایشان به زبان خود میگویند ما فرمان برداریم، اما وقتی که از نزد تو بیرون میروند، گروهی از ایشان شب را به حرفای غیر آنچه تو میگویی میگذرانند. خداوند سایس شبانه ایشان را در نامه اعمالشان مینویسد. از ایشان روی بگردان و به خداوند توکل نما و خداوند به حیث کار ساز بسنده است. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا در قرآن غور نمی کنند؟ اگر این کتاب از جانب غیر خداوند می بود، البته در آن اختلاف زیادی می یافتند. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعت
یلعنکم الشیطان الا قلیلا. به هنگامی که به ایشان خبری از امن یا ترس بیاید آن را افشا می کنند، اگر آن را با پیامبر و کسانی که از میان خودشان صاحب صلاحیت می باشند ارجاع می کردند، بیگمان کسانی که در زمینه قدرت تحلیل مسائل را دارند می دانستند کدام خبر قابل افشا و کدام خبر در خور اخفاست. و اگر فضل و مرحمت خداوند بر شما نمی بود، جز تعداد کمی از شما همه از شیطان پیروی می کردید. فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا والله اشد بأسا واشد تنکیلا. پس در راه خدا پیکار کن، تو صرف در مورد خود مکلف هستی و مسلمانان را به این امر تشویق کن، شاید خداوند شدت کارزار کافران را باز دارد. خداوند هم در قدرت خود و هم در مجازات خیش شدیدتر است. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها و کان الله على کل شیء مقیتا. کسی که به امر نیکویی سفارش می کند برایش بهره از ثواب آن داده می شود، و کسی که به امر ناشایسته سفارش کند برایش سهمی از گناه آن داده می شود، و خداوند بر هر چیز نگهبان و تواناست. و اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها او ردوها ان الله کان علی کل شیء حسیبا. چون سلام گفته شوید و سلامی، پس نیکوتر از آن سلام گویید یا به مثل آن، حقا که خداوند همه چیزها را محاسبه می کند. الله لا اله الا هو لا یجمعنکم الى یوم القیامة لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا. خداوند معبودی جز او نیست، یقینا همه شما را در روز قیامت که در آن شکی نیست جمع می کند، و کیست راستگو تر از خداوند در سخن. فما لكم في المنافقين فئتين والله أرکسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. پس شما را چی شده است که در مورد منافقان دو فرقه شدید؟ خداوند ایشان را در برابر اعمال مفسدانه ایشان نگونسار گردانید. آیا می خواهید کسانی را که خداوند گمراه کرده است راهیاب سازید، و کسی را که خداوند گمراه سازد برای او راهی یافتن نمی توانید؟ ودو لو تذكرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. آنها دوست دارند که شما هم کافر شوید همان طوری که ایشان خود کافر شدند، پس به این ترتیب با هم برابر می شوید. پس شما از ایشان دوستانی نگیرید تا در راه خدا مهاجرت کنند، پس اگر روی برتابند پس در هر جایی که آنها را میابید بگیرید و بکشید، و از آنها کسی را دوست و مددگار نگیرید. إلا الذين يصلون إلى قوم
قَصَّرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. جز کسانی که با قومی پیوست شوند که بین آن قوم با شما معاهده صلح برقرار است، یا کسانی که به سوی شما می آیند و جنگ با شما و همکاری در جنگ با مردم خودشان که در برابر شما صورت می گیرد دلتنگ شده اند، اگر خداوند می خواست ایشان را بر شما مسلط می ساخت، پس با شما جنگ می کردند. بنابراین اگر ایشان از شما کناره گیرند و با شما جنگ نکنند و در عوض به شما پیشنهاد صلح کنند، در آن صورت خداوند برای شما در برابر ایشان راهی برای جنگ نداده است. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم کلما ردو الى الفتنة ارکسوا فیها فإن لم یعتزلوکم و یلقوا الیکم السلم و یکفوا ایدیهم فخذوهم و قتلوهم حیث ثقفتموهم و اولئیکم جعلنا لكم علیهم سلطانا مبینا. ایده دیگری را در خواهید یافت که می خواهند تا با منافقت هم از ناحیه شما در امان باشند و هم از ناحیه قوم خود در امان باشند. هر باری که با فتنه انگیزی سوق داده می شوند در آن سرنگون می گردند. اگر از جنگ با شما کناره نگیرند و به شما تضمینات صلح ندهند و از این فتنه انگیزی دست بردار نشوند، پس در هر جایی که ایشان را می آوید بگیرید و بکشید. آنهایند که شما را در برابر ایشان تسلط آشکار داده اید. و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. برای هیچ مسلمان مجاز نیست که مسلمانی دیگر را بکشد مگر به گونه خطا، و کسی که مسلمانی را به خطا بکشد پس کفاره آن آزاد کردن برده مسلمان است و خونبهای پرداخت شده به خانواده مقتول، مگر آن که ابرا دهد. اگر مقتول از قوم دشمن شما بود در حالی که مسلمان بود، پس کفاره آن آزاد ساختن برده مسلمان است، و اگر مقتول از قومی بود که میان شما و ایشان پیمانی برقرار بود، پس بر شما خونبهای پرداخته شده به خانواده او و نیز آزاد ساختن برده مسلمان است. کسی که به این چیزها دسترس نیابد، پس بر وی روزه دو ماه متوالی از جانب خداوند به حیث توبه است، و خداوند دانا و با حکمت است. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. و هر کی
مسلمانی را عمدن بکشد، پس جزای او دوزخ است، در آنجا برای همیشه به سر می برد. خداوند بر او خشمگین شده است، او را لعنت کرده است و برای او عذابی بزرگی آماده ساخته است. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند الله مغانم کثیرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبینوا این وقتی در راه خدا قدم زدید، یعنی سفر کردید، پس دقت کنید و به کسی که با شما برای نشان دادن مسلمانی خود سلام می دهد مگوید مسلمان نیستی، در حالی که مال و متاع فانی دنیوی را می جوید. پس در نزد خداوند غنیمت های فراوانی وجود دارد، خود شما نیز پیش از این چنین بودید، پس خداوند بر شما منت گذاشت. اکنون دقت کنید، حقا که خداوند به آنچه می کنید آگاست. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. آن مسلمانانی که می نشینند، یعنی از جهاد خود را کنار می کنند، در حالی که معذرت هم ندارند، با کسانی که با مال و جان خود در راه خدا جهاد می کنند مساوی نیستند. خداوند برای کسانی که به مال و جان خود جهاد می کنند نسبت به کسانی که نشسته اند، یعنی از جهاد خود را کناره کرده اند، درجه برتری داده است. خداوند برای همه ایشان وعده پاداش نیک کرده است، ولی مجاهدان را نسبت به کسانی که نشسته اند، یعنی از جهاد خود را کناره کرده اند، با مزد بزرگ برتری داده است. درجات منه و مغفرت و رحمه وكان الله غفورا رحيما. درجاتی که از جانب او اعطا شده و آمرزش و مرحمتی و خداوند آمرزگاری مهربان است. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. آنهایی که بر خود ستم کرده اند، چون فرشتگان ارواح ایشان را قبض می کنند و ایشان می گویند شما در چه حالی بودید؟ آنها جواب می دهند ما در روی زمین ناتوان و مظلوم بودیم. فرشتگان می گویند آیا زمین خداوند فراخ نبود تا شما در آن هجرت می کردید؟ پس آنها جایشان دوزخ است و چی بد پناهگاهی؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مگر ناتوانان از مردان، زنان و کودکان که نی وسیله دارند و نی هم راهی را می‌یابند. فأولئك
اولئک عسى الله ان یعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. پس چنین مردمی امید است که خداوند از ایشان عفو کند و خداوند عفو کننده و آمرزگار است. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان. و کسی که در راه خدا هجرت می کند در زمین جاهای بسیار و گشایشی می یابد. اگر کسی از خانه خود به حیث مهاجر در راه خدا و پیامبر او بیرون می شود و سپس مرگ دامنگیرش می شود، حقا که مزد او بر خداست و خداوند آمرزگار و مهربان است. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. هنگامی که در زمین قدم میزنید یعنی سفر میکنید، بر شما گناهی نیست اگر قسمتی از نماز را کوتاه کنید، در صورتی که از این ترس داشتید که کافران شما را به فتنه می اندازند. بیگمان کافران برای شما دشمن آشکار. و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا. و هنگامی که تو در میانشان باشی و نماز را برایشان برپا کنی، باید یک گروه ایشان با تو به نماز ساده شوند و اسلحه خود را بگیرند. هنگامی که آنها سجده خود را به پایان رسانیدند، در عقب شما عکس موقع کنند و آنگاه گروه دیگر که هنوز نماز را ادا نکرده اند بیایند و نماز را با تو ادا کنند و امنیت و صلاح خیش را بگیرند. کفار دوست دارند که اگر شما صلاح و مهمات خیش غافل شوید، بر شما به یک بارگی حمله کنند. اگر به شما اذیتی از باران یا مریضی باشد، بر شما گناهی نیست که صلاح خود را بگذارید، ولی امنیت خود را بگیرید. حقا که خداوند برای کافران مجازات رسوا کننده را آماده کرده است. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. و هنگامی که نماز را ادا کردید، پس خداوند را در حال استاده، نشسته و افتاده به پهلوی خیش یاد کنید.
اما چون ایمن شدید نماز را به صورت معمول برپا دارید، بیگمان نماز بر مسلمانان در اوقات معین آن فرض است. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. و در تعقیب این مردم سستی مکنید، اگر شما درد من می شوید ایشان نیز درد من می شوند به همان گونه ای که شما درد من می شوید، اما شما از خداوند چیزی را امیدوار هستید که ایشان امید ندارند و خداوند دانا و با حکمت است. این تو کتاب را براستی فرو فرستادیم تا بین مردم مطابق به آنچه خداوند تو را آگاه ساخته حکم کنی و از کسانی مباش که از خیانتکاران حمایت می کنند. و استغفر الله ان الله کان غفورا رحیما. و از خداوند آمرزش بخواه، حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. از جای کسانی که با خود خیانت می کنند مجادله مکن، حقا که خداوند کسی را که خیانت پیشه و گناهکار باشد دوست ندارد. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ایشان به سبب این خیانت ها از مردم می ترسند ولی از خدا نمی ترسند، یا اینکه چون در مجالس شبانه خیش به حرفای ناخوشایند می پردازند خدا با ایشان هست و خداوند به هر عملی که آن را مرتکب می شوند احاطه دارد. شما هستید که از جای ایشان در زندگی این دنیا مجادله می کنید، پس کیست که از جای ایشان در روز قیامت در برابر حکم خداوند مجادله کند؟ یا کیست که برای ایشان کار ساز باشد؟ و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. هر کسی که کار ناشایسته را مرتکب شود یا بر خود ستم نماید و بعدا آمرزش خدا را بخواهد، خداوند را آمرزگاری مهربان می آمد. و من یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه و کان الله علیما حکیما. و کسی که گناهی را مرتکب شود زیانی آن به خودش می رسد و خداوند دانا و با حکمت است. و من یکسب خطیئتا او اثما ثم یرمی به بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. و کسی که مرتکب خطا یا گناهی شود و آن را بر آدم بیگناهی تهمت زند، پس او واقعا آن تهمت و آن گناه آشکار را بر دوش گرفته است. ولولا فضل الله علیک و رحمته
انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. و اگر فضل و مرحمت خداوند بر تو نمی بود، واکن گروهی از ایشان در صدد آن بودند که تو را گمراه کنند، اما در حقیقت ایشان جز خیشتن کسی دیگر را گمراه نمی کنند و به تو کمترین زیانی عاید کردن نمی توانند. خداوند بر تو کتاب و حکمت را فرو فرستادند و آنچه را نمی دانستی به تو آموخت و فضل خداوند بر تو بزرگ است. لا خیر فی کثیر أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. در بس از گفتگوهای محرمانه یعنی سرگوشی شان خیری نیست، مگر آنکه کسی به صدقه یا عمل نیک یا مصالحه بین مردم امر کند و کسی که این کار را برای طلب رضای خداوند می کند به زودی برای او مزد بزرگ خواهیم داد. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا و نصلیه جهنم و ساءت مصیرا. و هر کی با پیامبر مخالفت کند بعد از آنکه برای او راه راست روشن شده است و راه جز راه مسلمانان را پیروی کند، او را به همان راهی که برگزیده است وا می گذارید و به دوزخش می اندازید و چی بد مرجعی است دوزخ. این الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. حقاً که خداوند این را که به او شرک آورده شود نمی آمرزد، ولی سوای شرک هر کسی را که بخواهد می آمرزد و کسی که به خدا شرک آرد بیگمان بسیار گمراه شده است. مشرکان نیایش نمی کنند مگر زنان را، یعنی بتانی را که به نام زن نامگذاری کرده اند، و ایشان صدا نمی کنند مگر شیطان سرکش را. لعنه الله و قال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. خداوند او را لعنت کرد، او گفته است بیگمان من از بندگان تو حصه معینی را می گیرم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا واکن من ایشان را گمراه می کنم و من ایشان را بر آرزو فرفته می سازم و ایشان امر می کنم تا گوش های چارپایان را بشگافند و به ایشان امر می کنم تا آفرینش خدا را تغییر دهند و هر کسی که شیطان را به جای خداوند دوست می گیرد حقا که زیان آشکار را مرتکب شده است. یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. شیطان به ایشان وعده می دهد و ایشان را به آرزو فرشته می سازد و شیطان به ایشان جز فریب وعده نمی کند.
اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. این فریب خورده ها جایگاهشان دوزخ است و از آن گریزگاهی نمی آمد. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قیلا. ولی آنهایی که ایمان آوردن و کارهای نیکو نمودن بزودی ایشان را به بهشت های داخل می کنیم که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و در آنجا جاودانه به سر می برند. وعده خداوند حق است و آیا کسی از خداوند راست گوتر بودن می تواند؟ لیس بی امانیکم ولا امانی اهل الكتاب من آرزوی شماست و نی هم به وفق آرزوی اهل کتاب. کسی که کار ناشایسته انجام دهد مطابق به آن مجازات می شود و برای خود جز خدا دوست و مددگاری نمی آمد. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه و کسی که از کارهای نیکو انجام دهد خواه مرد باشد یا زن و صاحب ایمان هم باشد پس چنین مردمی به بهشت داخل می شوند و به ایشان کوچکترین ستمی نمی شوند. و من احسن دینا من من اسلم وجهه لله و هو محسن و اتبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. و کیست نیکوتر در دین خود از کسی که تمام هستی خیش را به خدا تسلیم کرده و در عین حال نیکوکار نیز هست و از آیین خالص و پاک ابراهیم پیروی می کند و خداوند ابراهیم را به حیث دوست گرفت. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض وكان الله بكل شيء محيطا. و هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و خداوند به همه چیز احاطه دارد. و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی بگو خداوند به شما در کتابی که به شما تلاوت می شود در مورد رعایت حال ایشان سفارش می کند و نیز در مورد یتیمان زنانی که به ایشان حقوق معین شده ایشان را نمی دهید و می خواهید ایشان را نکاح کنید و نیز در مورد کودکان ناتوان و این که در مورد یتیمان عدالت را برپا دارید و هر عمل نیکویی که انجام می دهید پس حقا که خداوند به آن داناست. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح
وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَغَيْر زَنِي از رویه زشت یا اعراض همسرش بترسد، برایشان گناهی نیست که در بین خیش با گونه مصالحه کنند و صلح بهتر است، هرچند در نهاد انسان آز همیشه حضور دارد. ولی اگر از احسان کار بگیرید و پرهیزگاری ورزید، پس حقا و آنچه می کنید خداوند آگاهست. ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه و این هرگز نمی توانید بین زنان عدالت کنید، هرچند به آن از دل و جان بکوشید. پس از همسر خود طوری رو مگردانید که وی را به مانند زنی در حال تعلیق قرار دهید. اگر راه اصلاح و پرهیزگاری را پیش گیرید، پس حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است. و اگر زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند، خداوند هر کدام را به اساس گشایش خیش بی‌نیاز می سازد و خداوند گشایش گر و با حکمت است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب من قبلكم و ایاکم ان اتقوا الله وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. هر آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست، بیشک اهل کتاب را پیش از شما و نیز شما یعنی مسلمانان را توصیه کردیم که از خدا بترسید، اما اگر کافر شدید، پس بیگمان هر چیزی که در آسمان ها و زمین است از خداست و خداوند بی‌نیاز است و ستوده. و لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. و هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و خداوند در کار سازی بسنده است. این یشأ یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین و کان الله علی ذلك قدیرا. اگر بخواهد شما را ای مردم از بین میبرد و مردم دیگر میآفریند و خداوند بر این کار قدرت دارد. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. کسی که پاداش این دنیا را می خواهد، در نزد خداوند پاداش این جهان و پاداش آخرت هر دو موجود است و خداوند شنوا و بیناست. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فإن
انصاف استوار و برای خدا گواه باشید، اگرچه به ضرر خود شما یا پدر و مادر شما یا نزدیکان شما هم باشد. اگر توانگر یا نادار باشد، پس خدا و ایشان به هر حال سزاوارتر است. پس به پیروی هوای نفس خود از عدالت سرپیچی مکنید، و اگر شما گواهی را در بین دهان خود طوری بپیچانید که حقیقت پوشیده بماند و یا از ادای گواهی روی برگردانید، پس بدون شک خداوند بر آنچه می کنید آگاست. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الكتاب الذی نزل علی رسوله و الكتاب الذی انزل من قبل و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. ای مؤمنان، با خدا و با پیامبرش و با کتابی که با پیامبرش نازل گردانیده و نیز با کتابی که پیش از این نازل کرده است از صدق دل ایمان آرید، و هر کی از خدا و فرشتگان او، کتب او، پیامبران او و روز آخرت انکار ورزد، او آخرین بسیار زیاد گمراه شده است. کسانی که ایمان آوردند باز کافر شدند و باز باری دیگر ایمان آوردند و باز هم کافر شدند و سپس به کفر ادامه دادند، خداوند هرگز ایشان را نمی آمرزد و هرگز ایشان را به راه راست هدایت نمی نماید. بشیر المنافقین بان لهم عذابا الیما. به منافقان مژده بده با آن که بدون شک برایشان عذابی دردناک است. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. آنهایی که کافران را به عوض مسلمانان به حیث دوستانشان میگیرند، آیا از نزدشان عزت میخواهند؟ پس واقعا عزت به تمام و کمال از آن خداوند است. و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وكان پیش از این به شما این حکم را در کتاب نازل کرده است که هرگاه بشنوید که از آیات خداوند انکار می شود و به آن تمسخر صورت می گیرد، پس با ایشان یعنی کسانی که مرتکب این عمل می شوند منشینید تا این که با سخن دیگر بپردازند، ورنه شما هم در این حال مثل ایشان هستید. حقا که خداوند منافقان و کافران همه را در دوزخ جمع می کند. الكافرين على المؤمنين سبيلا.
قاصد شمایم. پس چون با شما پیروزی از جانب خدا نصیب شد، گفتند آیا ما با شما نبودیم؟ اما اگر برای کافران پیروزی باشد، منافقان به ایشان میگویند آیا ما شما را به مبارزه در برابر مسلمانان سوق نمیدادیم؟ ما به شما در مقابله با مسلمانان باعث نبودیم و از شما در برابر مسلمانان دفاع نمی کردیم. پس خداوند در میان شما در روز رستاخیز فیصله می کند و خداوند هرگز برای کافران راهی یعنی تسلطی بر مسلمانان قرار نمی دهد. شان سزای فریبشان را می دهد و چون به نماز برخیزند بدون رغبت برمیخیزند، در برابر مردم ریاکاری می کنند و خداوند را یاد نمی کنند مگر اندکی. سمیمی نیستند، نی به این دسته و نی هم به آن دسته. بیگمان کسی را که خداوند گمراه می کند برای او هرگز راهی نمی یابد. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا کافران را به جای مسلمانان دوست مگیرید. آیا می خواهید تا در نزد خداوند الزام صریحی به خود وارد کنید؟ این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. حقا که منافقان در طبقه زیرین آتشند و تو هرگز برایشان مددگاری نمی یابی. خیشتن را به صلاح آراسته ساختند و به دین خدا چنگ زدند و دین خیش را برای خدا خالص ساختند. اگر چنین باشد، پس ایشان با مسلمانانند و خداوند به زودی برای مسلمانان پاداش بزرگ می دهد. ما یفعل الله بعذابكم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما. خدا و عذاب شما چی کار دارد اگر سپاس گذارید و ایمان آرید و خداوند در برابر اعمال شما شکر گذار و به کارهای شما داناست. Na na na.